شستشوی اموات و چاره کردن آنها در زمین، طرز سوگواری، خرج دادن، روزخانی، بنای مساجد، احداث امامزاده ها، تکیه ها، نذرها، قربانی، حج، زکات، خمس و کوش دادن دسته ای از فقرای سامره به بلاد کفار تا طرز تکدی را به آنها بیاموزن، چون اسلام مذهب فقر و ذلت و برای آن دنیای سادسن. البته برای نماز و به جا آوردن آداب شرع مبین کفش و موزه و لباس تنگ مکروه است، چون مسلمان باید لباسی داشته باشه که وسایل تطهیر و عبادت در هر ساعت و به هر حالت برایش آماده باشه. پس بر عموم مسلمانان لازمه که نایلن بپوشن و آستین گشاد داشته باشن. برای مردها زیر شلواری و عبا بهترین لباس است و با فلسفه شریعت تطبیق میکنه. آقای سکان شریعه البته مستحب است که عبا بپوشند. این عقلی بیاد دارم که در کتاب تاریخ العبا و شولا تعلیف عجوبه ده آقای مقراض النواصیر خوندم که در موقع حمله عرب به بلاد رومیه، عرب پوست شتر به خود همی پیچیدن، ولی همین که در انبار قلعه رومیان وارد شدندی، جوالهای بسیاری انباشته از کاه و جو در آنها یافتندی، از فرط گرسنگی تحکیزه ها را سوراخ کرده از محتوای آن با ذوق و شوق مشغول خوردن شدندی، همین که به بالا رسیدندی سر آن را سوراخ کرده سرشان را درآورندندی و از دو طرف دستهایشان را درآورندندی، پس از آن عبا مرسوم شد. شیخ تمساح ابن نسناس: چون انا کتابی موسوم به آثار الاسلام فی سباحل الانهار تعلیف میکنم و در آن از مناقب شیر شتر و کباب سوسمار و خرما بعد سخنوری خواهم داد. اجازه بدهید این مطلب را در آنجا درج بکنم که سندی بس ممتاز است. آقای تاج المتکلمی: و اما تا سن زنای کفار مکشوف العورت در ملأ عام با مردها میرقصند و سخ و ملامسه میکنند. البته آنها را باید در قید حجاب مستور کرد تا مردها را به تسهیلات شیطانی گرفتار نکنند و فساد اخلاق آنها از اینجا آمده که تعدد زوجات، صیغه، محلل و طلاق بین آنها مرسوم نیست، که مردمان آنجا از گرسنگی خرچنگ و قورباغه و خوک میخورند و در موقع ذبح جانوران بسم الله نمیگویند. پس پایه ضلالت آنها را از همین جا باید قیاس کرد. آشنا در بلاد کفار لهب و لعب و نقاشی و موسیقی بی اندازه طرف توجه دارای اهمیت اعتباره. البته بر مسلمین واجبه که آلات قنا و موسیقی را شکسته و به جایش وعاظ و روزخان و مدا در آنجا بفرستند تا آنها را به رای راست دلالت کنند. همچنین هرچه پرده نقاشی باید سوزانید، مجسمه ها را باید شکست، همچنان که حضرت ابراهیم با قوم لوط کرد. البته اگر اشیای نفیس و قیمتی در آنجا به هم برسد به بیت المال مسلمی تعلق میگیره. واضحه که چون توجه کفار به دنیاست باید موعظه های راجع به آن دنیا، فشار خبر، نکیر و منکر، آتش دوزخ، مارهای جهنم، روز 50,000 سال، سگ چهار چشم در دوزخ، ظهور حمار دجال، تقدیر و قضا و قدر و فلسفه اسلام بنماییم و نیز از فضیلت بهشت و ثواب اخروی لازم است توضیحاتی بدهند و بگویند که در بهشت به مرد مسلمان حوری و به زن مسلمان غلمان میدن. هرگاه ثوابکار باشن در بهش 70,000 شتر و قصر زمردی میدن که 70,000 اتاق داره و فرشته هایی در آنجا هست که سرش در مغرب و پایش در مشرق هست. به علاوه استعمال کمی تریاق به نظر حقی برای آنها مستحب تا کفار را متوجه عقبا و آخرت بکنم. آقای سکان روشریه: به زوم حقیق این توضیحات دیادند. همینقدر فرمودید کفار را به دین حنیفه اسلام دلالت میکنیم شامل همه این شرایط میشود. آقای تاجو متکلمی: خب مقصود حقیر همانا نشان دادن پایه ضلالت خاشپرستان و اشکالاتی ها که مبلغین به سطول اسلامی مواجه آن خواهند شد. اغلا مثلا ممکنه که قومی مسلمان نباشم مانند طایفه یهود،
ولی طرز آداب و رسوم مذهبی آنها به قدری نزدیک و شبیه مسلمانانه که به محض تقبل دین حنیف حتی خدنه کردن بستن و به فشار قبر و نکیر و منکر و همه این فلسفجات معتقدن، چون از کفار کتابدار هستن. ولی کفار فرنگستان که به غلط به خاج پرست معروفن به هیچ چیز اعتقاد ندارن، پس کفار حربی می باشن و ما باید دستر نو همه این مطالب را به گوش آنها بخوانیم و یا نسلشان را براندازیم تا همه دنیا مسلمان و بنده مقرب خدا بشود. آقای شیخ تمساح ابن نسناس: در صورت مخالفت گوش بینیان حرمی بریم و نخری کشیم و زنهایشان را و شترهایشان را میان مسلمین کفن کنیم. آقای اندلیب الاسلام: فراموش نشود که برای قدردانی از کفاری که به دین حنیف مجرب میشوند و تشریع قانون باید توحف و هدایای اثر به رئیس به آنها اعطا بشود، مانند کفن متبرک، مهر نماز، تسبیح، حرز جواد، دعای دفع غریبگز، دعای بیوقتی، تلسم سفید بختی، حلقه یاسین، نعلین، لوله هنگ که در ضمن به درد ادای فرایض و رسوم مذهبی هم میخوره. به خصوص من پیشنهاد میکنم که یک نسخه هم از تعاریف بنده زاده عزیز سکان شریف که 7 سال از عمر شریفش رو مبین کفار گذرانیده و از علوم معلوم و معقول و معقول برای بسیزو داره و موسوم به زود داد نجاستاده به اشخاص مبرز هدیه شود. آقای الولک الجالیزیه فرمودم: کتاب خانه های کفار را آتش بزنیم و عوضش یک نسخه زبدت و نجاست به آنها بدهیم که برایشون کافی است و علوم دنیوی و اخروی همه در آن است. آقای المنجنی قل علما فرمودن: البته زد البته کفا به زدت النجاسات، چون خلاصه مرام اسلام همینه است که یا مسلمان بشه یعنی مطابق نص صریح زدت النجاسات عمل بکنید، وگرنه مخالفتی در این باب نیست، اما به زعم حقیر لازمه که به شیوه دین نبی رفتار کنیم، چنانکه خود حضرت به ایل و تبار خودش قدر و منزلت گذاشت و نواهای خودش را قبل از ولادت امام کرد و طایفه خود را سادات و احترام گذاشت که احترام آنها را باید بر مسلمان واجب کرد، چون مخارج این نهضت از موقوفاته همه اشخاصی که انتخاب میشوند باید از علما و سادات باشند. آقای اندلیب الاسلام صحیح است. البته کسی برازنده و کسی مبرزتر از آقای تاج نیست، لذا ایشان را به ریاست این جمعیت انتخاب میکنیم. آقای سکان شریف: این حسن انتخاب را از صمیم قلب به عموم مسلمین و مسلمات تبریک میگوییم. آقای سنت الاقدام: البته به هزینه ممکن نمی شد. آقای تاج المتکلمین: بنده از حسن نیت و مراحم آقایان و نمایندگان ملل اسلامی
لسانم الکنه و نطقم قاصره. اما آقای اندلیب الاسلام